اگه اسرائیل به طور مستقیم به ایران حمله کنه بدون شک شاهد اجرای عملیات انتقامی وعده صادق سه خواهیم بود ایران در این عملیات از چه نوع هایی استفاده خواهد کرد شماره یک موشک خیبر شکن در دو عملیات پیشین وعده صادق یک و دو، موشک خیبرشکن به طور گسترده علیه اهداف اسرائیلی به کار گرفته شد و موفقیت قابل قبولی در عبور از سامانه های دفاع موشکی اسرائیل داشت. هدف از طراحی موشک خیبرشکن، ساخت یک موشک میان برده تاکتیکی بوده که بتونه به هر نقطه از سرزمین های اشغالی شلیک بشه. این موشک همچنین از ترکیبات سوخت جامد جدیدی بهره میبره که ابعاد اون رو نسبت به سایر موشک های میان برد با سوخت مایع کاهش داده. بعد از موشک دسفول، خیبرشکن تبدیل به یک جهش بزرگ در خانواده موشکی فتاح شد. زمان آماده سازی برای پرتاب موشک خیبرشکن به یک ششم زمان مورد نیاز برای ساگر موشک های میان برد کاهش پیدا کرده. همچنین سیستم هدایت این موشک ترکیبی از دو سامانه ناوبری و اینرسیه. شایان ذکره که کلاهک موشک خیبرشکن قابلیت مانور در فاز پایانی رو داره که میتونه در فرار از صد سامانه های پدافندی داخل جو اسرائیل بسیار مؤثر واقع بشه. برد موشک خیبرشکن حدود 1450 کیلومتر و از کاروهکی به وزن 500 کیلوگرم مشابه سایر موشک های خانوادی فاتح استفاده میکنه. توی سالهای اخیر هم نمونه جدیدی به اسم موشک خیبرشکن شکن دو معرفی شده که برد اون به 1800 کیلومتر افزایش پیدا کرده و این موشک توی عملیات وعده صادق دو به طور گسترده استفاده شد. شماره دو موشک رزوان موشک رزوان یکی از ناشناخته ترین موشک های بارستیک ایرانیه که برای نخستین بار در سال 1401 به نمایش درآمد. قبل از این این موشک با اسم زلفقار توی یمن مشاهده شده بود و توی جنگ یمن علیه عربستان چندین بار توسط نیروهای یمنی به کار گرفته شد. این موشک تک ای از یه موتور سوخت مایع بهره میبره که قابلیت دستیابی به برد 1350 کیلومتر رو داره. با طول 12 متر ابعاد موشک رزوان به موشک بارستیک قیام نزدیک شده اما برخلاف قیام که از یه سر جنگی سه هدایت شونده استفاده میکنه رزوان دارای یک کلاهک تکمخروطیه و همچنین فاقد بالک های کنترلی برای هدایت در طول مسیر هدایت موشک رزوان از طریق سیستم ناوبری اینرسی و کنترل بردار نیروی پیشران یا TVC انجام میشه. سر جنگی این موشک هنگام برخورد میتونه با شعاع اثرگذاری دویس متری و شعاع مرگ صد متری گزینه مناسب برای هدف قرار دادن اهداف حساس و حیاتی اسرائیل باشه. شماره 3 موشک خرمشهر موشک خرمشهر رو میشه یکی از مهلکترین موشکای تولید شده در ایران دونست. این موشک تا کنون توی هیچ کدوم از عملیات موشکی ایران استفاده نشده و ممکنه توی عملیات وعده صادق سه به طور گسترده بر علیه اهداف اسرائیلی شلیک بشه. موشک خورم شهر چهار یا خیبر آخرین نسخه از موشک های که خورم شهره که از پیشران سوخت مایه اروند بهرمنده. این موتور پیشرفته ترین موتور سوخت مایع ساخته شده در ایرانه که از سوخت هایپرگولیک استفاده میکنه و ماندگاری سوخت اون بین 3 تا 10 سال تخمین زده شده. سرجنگی موشک بالستیک خرمشهر وزنی بین 1500 تا 1800 کیلوگرم داره و به عنوان سنگین ترین سرجنگی رونمایی شده در ایران شناخته میشه. دقت سرجنگی این موشک توی برد 2000 کیلومتر حدود سی متر عنوان شده که میشه از اون برای انهدام کامل اهداف مستحکم استفاده کرد. طول کلی موشک خرمشهر 13 متره که 4 متر از اون مربوط به طول کلاهک این موشکه. همچنین این موشک از سیستم کمک ناوبری فعال برخوردار بوده و قابلیت کنترل در فاز میانی رو داره. توی فاز میانی موشک خرمشهر به سرعتی معادل 16 ماخ دست پیدا میکنه که میشه اون رو به عنوان یکی از سریع ترین موشک های بالستیک ایرانی معرفی کرد. شماره چهار موشک اماد یکی دیگه از موشکهایی که توی هر دو عملیات وعده صادق به کار گرفته شد موشک اماده. این موشک برای نخستین بار در سال 1394 توسط ایران معرفی شد و از اون زمان به بعد به عنوان یکی از اجزای اصلی موشک های میان برد ایرانی شناخته میشه. موشک اماد مشابه موشک های خرمشهر و رزوان از یک موتور تک ای با سوخت مایع بهره میبره که به اون امکان میده به بردی معادل 1650 تا 1750 کیلومتر برسه. این موشک بالستیک از سیستم هدایت فاز فعال برخورداره و همچنین قابلیت کنترل در فاز میانی رود داره. کلاهک این موشک هم توانایی هدایت و کنترل تا لحظه برخورد رو است که این ویژگی به کاهش اثرات پدافند دشمن و افزایش دقت کمک میکنه. لازم به ذکره که اماد مشابه موشک رزوان از سامانه کنترل بردار رانش استفاده میکنه. وزن سرجنگی موشک اماد در برد 1700 کیلومتر به 900 کیلوگرم میرسه که این سرجنگی برای تخریب مواضع مستحکم مثل آشیانه های بتونی توی پایگاه های هوایی بسیار مؤثره. توی سالهای اخیر سرجنگی موشک اماد به روز هایی رو تجربه کرده که توی عملیات وعده صادق دو از نوع کلاهک ارتقا یافته استفاده شد که در عبور از سیستم های پدافندی اسرائیلی موفق عمل کرد. شماره پنج موشک فتا فتاح به عنوان نخستین موشک که تولید شده در ایران شناخته میشه که برای اولین بار در سال 1402 رونمایی شد. شایعاتی درباره استفاده از این موشک در عملیات وعده صادق دو وجود داره اما هنوز نمیشه به طور قطعی گفت که آیا این موشک هایپرسونیک توی این عملیات به کار گرفته شده یا نه فتاح یه موشک سوخت جامد و دو مرحله که توی مرحله دوم از یه نازل متحرک برای قابلیت تغییر بردار رانش استفاده میکنه حد اکثر برد اعلام شده برای موشک فتا حدود 1400 کیلومتره که به ایران این امکان میده تا به هر هدفی توی سرزمین های اشخالی حمله کنه. با سرعت ورود به جو 13 تا 15 ماخ این موشک قادره از تمامی سیستم های پدافندی موجود در جهان عبور کنه و با دقت اهداف از پیش تعیین شده رو مورد اصابت قرار بده. به گفته که مقامات رسمی قیمت هر فروند موشک فتا حدود دویست هزار دلاره که نسبت به سایر مشک های بالستیک هایپرسونیک قیمت بسیار کمتری داره و چه بسا میشه گفت که ارزون ترین موشک هایپرسونیک جهان به شمار میره. سال گذشته نمونه دیگه ای از موشک فتا به اسم فتاه دو توسط ایران رونمایی شد. این نسخه حاصل باز و تغییر شکل کلاهک فتاه یک اما اطلاعات دقیقی درباره اون در دسترس نیست و نمیشه به طور قطع گفت که فتاه دو هم به تولید انبوه رسیده یا نه. شماره 6 موشک سجیل موشک بارستیک سجیل یکی دیگه از موشکهایی که میتونه توی عملیات وعده صادق سه به کار گرفته بشه. سجیل یه موشک بارستیک دو مرحله ای با سوخت جامده که برای نخستین بار در سال 1387 معرفی شد و تا کنون در هیچ یک از عملیات های موشک ایران به کار نرفته و صرفا توی رزمایش های موشکی از اون استفاده شده. این موشک با استفاده از سیستم ناوبری اینرسی و کنترل بردار ضربه هدایت میشه و قابلیت جدا شدن سرجنگی در فاز میانی رو داره. سجیل با برد 2000 کیلومتر قادر بر علیه تمامی اهداف حیاتی اسرائیل شلیک بشه و با کلاهک 650 کیلوگرمی خودش توانایی هدف قرار دادن دقیق این اهداف داره. شعاع اثرگذاری سرجنگی این موشک حدود 200 متر و شعاع مرگ اون به 100 متر میرسه. تو سالهای اخیر نسخه بهبود یافته ای از موشک سرجیل تحت عنوان سرجیل دو توسط ایران تولید شده که نسبت به نسخه اولیه کلاهک بهینه تری داره و زمان آماده سازی و پرتاب کمتری را نیاز داره. طول موشک سرجیل 18 متر و قطر اون 125 سانتی متره. همچنین وزن کلی این موشک حدود 23 تونه که اون را به یکی از سنگین و بزرگترین موشک های موجود در ایران تبدیل کرده. به طور کلی نمیشه خیلی دقیق پیش کرد که ایران توی سومین عملیات موشکی خودش از چه موشکایی استفاده میکنه اما بهترین گزینه های موجود برای حمله موشکی به اسرائیل این موشک هستند